سلام خدمت مخاطبین عزیز فوتبال 360، خیلی خوشحالیم که بازم این فرصت نصیب ما شد در خدمتتون باشیم با یه ویدیوکست دیگه. ما یه فکر کنم 2 ماه پیش بود حدوداً که ویدیوکست رفتیم راجع به پرونده فساد فوتبال که خیلی مورد توجهتون قرار گرفت، خیلی بازتاب خوبی داشت در تمام محافل ورزشی و حتی غیر ورزشی، که از همتون سپاسگزاریم از تمام فیدبک های مثبتی که به ما دادید و نقطه نظراتی که داشتید، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی برای ما هم تبعات داشت، برای من، برای هیوا، برای رضا جاودانی، ولی خب اشکال نداره، به هر حال تو این مسیر وقتی آدم گام به خود برداره و حرکت کنه قطعا از این اتفاق رقم میخوره و با کماکان منتظر این هستیم که مستنداتی به دستمون برسه، صحبتای بخوام بکنیم و خیلی افسوس هم میخوریم که کسایی که تو این پرونده قطعا بودند و هستند و هزار کار نکرده رو کردن و هزار کاری که نباید میکردن رو کردن، الان سر بالا گنده دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. انشالله که یه عزم جدی وجود داشته باشه که برخورد بشه با همه آدما و این فهم کنم اونطوری خیلی بعیدی هم نیست که ما بخوایم داشته باشیم اتفاقی که باید رخ بده و هر کسی در هر جایگاهی که حضور داره و در هر پست و منصبی هم هست، اگه واقعا فسادی کرده، اگه واقعا خلافی کرده، قطعا باید بهش رسیدگی بشه. قبل از اینکه موضوع این ویدیوکست رو بریم با هیوا میکپی بزنیم، هیوا سلام، مرسی، سلام به تو، سلام به بیننده‌های عزیز. همه جای دنیا وقتی یه لیگ میخواد شروع بشه همه هیاهو دارن، تماشاگر کلی منتظر هستن بازیکنای مورد علاقه‌شون رو ببینن، بازیکنایی که جابجا شدن بین تیم‌ها رو ببینن، مربی که رفتن در باشگاه جدید مشغول به کار شدن کار جدید خودشون رو ارائه بدن. اینجا ما در شرایطی که پنجشنبه همین هفته لیگ ملاقات میشه در بدترین شرایط به سر میبریم. یه سری از تیم‌ها تازه 10 روز قبل کار خودشون شروع کردن، یعنی همه دنیا میدونن که حداقل 6 هفته تیم‌ها باید تمرینات بدنسازی، آماده سازی و بازی تدارکاتش انجام بدن. مثلا تیم هوادار ما 10 روز قبل تازه اصلا شروع کردن تمرین کردن. دو تیم شمس‌آذر و ملوان تازه مربیشون رو جابجا کردن، در فاصله کمتر از 1 هفته مونده به آغاز رقابت‌های لیگ برتر کادر فنی خودشون رو شناختن، بازیکن‌ها دارن جابجا می‌کنند. VAR هیچ کس نمی‌دونه وضعیتش چجوریه، که میگه یه بازی عراق شاید باشه، حالا یه بازی شاید نباشه. پرسپولیس استقلال دو تیم بزرگ پایتخت با این همه ستاره و این همه دبدبه و کپکبه ورزشگاه ندارن، ورزشگاه آزادی که وضعیتش اونجوریه، تختی کسی نمی‌دونه اصلا در چه وضعیتی، شهر قدس که اصلا معلوم نیست چه خبر اونجا، چه اتفاقی رخ میده. اونور سپاهان تو ورزشگاه نقش جهان بازی رو کردن، یا آبروزی بین‌المللی رقم خورد اونجا، اون وضعیت ورزشگاه. تیم ملیمون الان بازی داره، تازه رفتن فولادشهر اوکی کردن که بیاد در فولادشهر بازی کنه. همه اینا یعنی اون هیجانی که باید حکم فرما باشه، تماشاگری که مثلا کلی خوشحالی که الان رامین رضاییان اومده به تیم استقلال از پرسپولیس، خب میخواد این هیجان تو بازی اولش بره تو ورزشگاه آزادی بره ببینه، این نمیتونه این کارو انجام بده. یه هوادار تیم پرسپولیس 1000 تا امید آرزو داره که مثلا فلان بازیکن محبوبش دوباره برگشته، بخواد بره ورزشگاه آزادی، بره ورزشگاه تختی، بره تو تهران تیمشو ببینه، نمیتونه. اینا همه دست به دست هم داد تا ما تصمیم بگیریم یه ویدیوکست در این زمینه بسازیم و سعی میکنیم واکاوی کنیم که چرا وضعیت اینجوریه، چرا تهران ورزشگاه نداره، چرا نقش جهان چمنش اونجوریه، چرا VAR هنوز نیومده و 1001 سوال دیگه که سعی میکنیم حداقل به چند تا از اونا برسیم و ببینیم آیا میتونیم پاسخی براشون پیدا بکنیم یا نه. هیوا صحبتی داری تو؟ خب حالا سوال من اینه عادل، این چیزایی که گفتی همش درسته دیگه، ما تکلیفمون روشن نیست با خیلی چیزا، ورزشگاه نداریم، حالا تیم ملی مثلا اشاره کردی گفتی که قراره بره فولادشهر، یادمون باشه که تیم ملی اول قرار بره نقش جهان، بعد رفت اون بازی رو دیدن، یعنی سومین جایی که داره عوض میشه، آزادی بوده رفته نقش جهان و نقش جهان هم دیدن و بعد رفتن فولادشهر. حالا فولادشهر ما ندیدیم، واقعا باید ببینیم چه جوریه شرایطش. ورزشگاه نداریم، وضعیت VAR اون مشخص نیستش، وضعیت نقل و انتقالات اون خیلی باشگاه اعتراض دارن، همونجوری هم که تو اشاره کردی خیلی تیما آماده نیستن. میخوام اینم چه اصراری ما لیگو 25 مرداد شروع کنیم، واقعا من نمیدونم این اصرار از کجا میاد. و بعد سوال من از مدیرایی که خودشون فکر میکنن تیمشون آماده نیست اینه، مگه سازمان لیگ، یعنی یک سازمان متشکل از
مدیرای باشگاه‌های لیگی نیستش. خب چرا خودتون نمیرید اونجا بگید آقا ما این لیگ با این وضعیت شروع بشه به نفع ما نیستش؟ میتونید تصمیم بگیرید بگید آقا الان شرایط شروع لیگ نیست، ما شرایط خوبی نداریم، توی شرایط دیگه برگزار کنیم. حداقل به قول تو تیما تو ورزشگاه خودشون یا حداقل تو شهر خودشون دیگه، حالا ورزشگاه هم نه تو شهر خودشون بتونن بازی کنن. آره هیوا، حالا سعی میکنم راجع به همین مسائل تا جایی که زمان اجازه میده صحبت بکنیم. مثلا با آقای داود رفعتی که مسئول ستاد بازسازی ورزشگاه هست صحبت کنیم، با آقای روشنک که مسئول برگزاری مسابقات لیگ هست، با آقای طلا که رئیس شرکت توسعه تجهیز هستند صحبت کنیم، و با مدیر عاملای باشگاه هم، حالا با آقای آذربایجانی مدیر عامل محترم باشگاه سپاهان صحبت کنیم، با آقای سمیعی مدیر عامل باشگاه استقلال صحبت کنیم. و البته ما حالا در تلاش هم بودیم که با مسئولین باشگاه پرسپولیس هم صحبت کنیم، ولی درویش درگیر و دار اضافه کردن دفاع چپ و این داستانا هستن، گفتن بعد از اینکه دفاع چپشون رو خریدن حاضرن صحبت کنن. حالا فکر نمی‌کنم به زمان انتشار این برنامه قد بده، حالا بعدا حتما با آقای درویش هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. یکی از باشگاهایی که من فکر می‌کنم اگه نگیم بهترین عملکرد داشته در فصل نقل و انتقالات، یکی از بهترین رو داشته باشگاه استقلال هست که الان ارتباطمون با آقای فرشید سمیعی مدیر عامل محترم باشگاه استقلال برقراره. سلام علیکم آقای سمیعی، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر هستم خدمت. آقا فکر کنم روزای سختی رو پشت سر گذاشتید و خب در آستانه آغاز مسابقات لیگ هوادارا من فکر میکنم تو فضای مجازی و اینور اونور راضی هستن از عملکرد تیم استقلال در فصل نقل و انتقالات، آوردن رامین رضاییان و هیاهویی که در بازار ایجاد شد، بعد حالا اخیراً هم که دیگه به اندونگ و کاکوتا خط شد. فکر میکنم خودتونم باید راضی باشید از عملکردتون. عرضم به حضورتون که به طور این مدت کوتاه بله، ولی به هر حال استقلال مدت هاست از آنچه که باید باشه به دور بوده و منم با یه هوادار استقلال بله دوران اوج استقلال رو یادمه، تیمی که حداقل 7-8 تا بازیکن ملی پوش داشت، خط هافک بسیار رویایی داشت و ما به تدریج چند سال از اون مسئله فاصله گرفتیم. هدف اصلی من برگشت استقلال به همون دوران طلایی خودش بود و استارت رو زدیم، ولی فکر کنم خود عزت‌عالی هم تصدیق می‌فرمایه که طی یک پنجره نمیشه اون تمام آمال و آرزوها و رویاها رو برآورده کرد، ولی داریم گام برمی‌داریم به اون سمت، ولی نه هنوز راضی نیستم. آره من اشاره کردم که آوردن رامین رضاییان خیلی برای هوادارا لذت بخش بود، شما تونستید به عنوان یکی از ستارگان لیگ که امروز هم به عنوان بهترین بازیکن فصل شناخته شد گرفتینش، خب یه امتیاز مثبت براتون به حساب میشه. بعد حفظ اکثر ستاره های تیمتون فهم میکنم دومین دستاوردی بود که شما داشتید، و آوردن یه سری بازیکنایی که حالا به نظر میرسه خلاهای نقل انتقالاتی تیمتون رو برطرف کرده. فصل وقتی شروع کردید که در واقع دو تا بازیکن بوسنیایی اومدن به تیمتون و خب کسی نمیشناختشون اونجوری و یه دفعه یه هیاهوی زیاد ایجاد شد، اینا کیان، از کجا اومدن؟ یه توضیح راجع به بازیکن های بوسنیایی میدید که روشن بشه که اینا اصلا چی بود داستانشون، چی جوری اضافه شدند؟ ما زمانی که فصل تمام شده بود قبل از اتمام فصل یک سری صحبت‌های با آقای نکونام داشتیم، یک سری لیست آماده شده بود که اقدام بکنیم برای اونها. بعدن یک سری فعل و انفعالاتی پیش آمد که متوجه شدیم که به هر حال ممکنه که ادامه همکاری با آقای نکونام و آقای حسینی امکان پذیر نباشه، برای جلساتی برگزار شده اینها. در اون زمان به هر حال مالک خب برای اولین بار بود در این سطح داشت کار میکرد، به هر حال تصمیم گرفتن که به هر حال مخصوصا در نهای دروازه به هر حال زیاد منتظر نمونن و تصور بر این بودش که گلری که بتواند دروازه استقلال بالاخص در مسابقات آسیایی دفاع کنه از اون قفس توری نیست و در اینجا دروازه ما به گلر خارجی جذب بشه. در نتیجه از این رو اقدام شد برای جذبش، ولی بعداً به هر حال با مذاکراتی که انجام شد ما تونستیم هم در خدمت آقای نکونام باشیم هم در خدمت آقای حسینی باشیم. از این رو دوباره طبق همون هماهنگی قبل از اتمام فصل داشتیم که مسائل فنی 0 تا 100 در اختیار آقای نکونام باشه،
این موضوع هم در اختیارشون قرار گرفت که نهایتا به اینجا منجر شد که با توجه به سهمیه محدود خارجی که نسبت تیم‌های عربی ما داریم و همچنین بازگشت آقای حسینی، ما دروازه‌بان خارجی فارغ از مسئله کیفیتش جذب نکنیم ولی در خدمت وینگر باشیم. و این احتمال نبودن نکونام و حسینی فوتبالی نبوده؟ شما میگید مذاکراتی داشتید، اینا به مسائل فوتبالی که ارتباط نداشت؟ به هر حال مسائلی بودش که ممکن بود در خدمتشون نباشیم. و الان که این بازیکنان بوسنیایی گرفته شده، اولا اینا گفتید مالک دیگه، آقای شهریاری خب زمانی که مدیر عامل سبا باتری بودن که بعد شد سبای قم، خب چند تا بازیکن خارجی خوب از بوسنی آورده بودن دیگه، المیر تولیا گلرشون بود، فکر کنم از طریق کسی که به هر حال ایجنتی که بازیکن بوسنیایی می آورده احتمالاً آقای شهریاری بهشون رجوع کردن و این دو بازیکن رو معرفی کردن. به لحاظ فنی کی این بازیکن‌ها رو مثلا باید تایید میده؟ یکی باید باشه که مثلا تو کادر فنی تایید بده که اینا خوبن بدن؟ برای این موضوع در هیئت مدیره اون زمان مورد بررسی قرار گرفت. به زمانی بود که برای باشگاه دچار تغییر تحولات شده بود و چارت باشگاه هنوز مشخص نبود، مدیریت کاملا استقرار پیدا نکرده بود و در این زمان به هر حال هیئت مدیره تصمیم گیری میکرد و روی این اساس بحث تجربات قبلی که داشتن و اون کارگروهی که شکل گرفته بود و مسیری که قبلی طی کرده بود مورد اعتماد بود، برای هر کسی در فوتبال به یک سری افرادی مورد اعتمادش هست و رو اون اقدام میکنه اقدام شد و بازیکن بسیار با کیفیتی هم جذب شد. به هر حال قیمتی که اینها جذب شدن با توجه به واسطه ای نبود، یعنی ایجنت های ایرانی نبودن تو وسط، دانش با قیمت بسیار مناسبی جذب شد و اون ارقام و مبالغی که در فضای مجازی پخش شد اصلا واقعیت نداشت. این بازیکن بسیار با کیفیت هستند. خود گلر در تیم استرگای چیز بودش، استرگای مقدونیه بازی کرد، با این تیم قهرمان لیگ مقدونیه شد، دو فصل بهترین گلر انتخاب شد و سابقه هم از تیم‌های پایه تا بزرگسالان در تیم ملی بوسنی داره. البته در تیم ملی بوسنی زیاد برای توفیقی برای حضور در عنوان دروازه‌بان اصلی نداشت ولی به عنوان رزرو بسیار دعوت شده و کیفیت بالایی داشته. ولی میگم بعد که دیگه مشکل حل شد و اینها و آقای نکونام دوباره زمام امور رو به دست گرفتن، قرار بر این شد که فقط با وینگر و آلبدین ادامه بدیم. حالا در مورد وینگر هم یه بحثی که هست، میگن خیلی مورد تایید کادر فنی نیست ولی کادر فنی دیده خب ما بیایم یه مصالحه ای بکنیم، اینا رو این یکی رو ما میپذیریم به شرطی که مثلا کاکوتا و اندونگ و اینا بیان، یعنی همچین مبادله ای انجام شده ولی شاید وینگرام واقعا خیلی مورد تایید کادر فنی نباشه. اصلا همچین ارتباطی بین ما و ارزم بوزوتون که سرمربی نیست، ما همیشه به دنبال بستن یک تیم قوی و محکم بودیم و قطعا اگر اون شاخص های حضور در استقلال رو نداشت به هیچ ما هم زیر بار نمی رفتیم، مهم هم نبود چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی به هر حال ایشون هم کیفیت بالایی داشت، درسته که تعداد بازیاشون کم بوده در تیم ملی بوسنی یا دقایق حضور در تیم ملی بوسنی کم بوده ولی کیفیت بازیاشون در لیگ بوسنینا کاملا مشخص، در لیگ چند تا کشور اروپای شرقی بازی کرده کیفیتش مشخصه. در مورد گلره الان جزء لیست شماست دیگه، یعنی شما ثبت کردی جزء لیست بازیکن خارجی شما به حساب میاد دیگه، درسته؟ من در حال مذاکره هستیم چون چند تا پیشنهاد داره و هم با مذاکره با خودشون فعلا داریم ادامه میدیم، هنوز ثبت نکردیم. بعضا اینجور متوجه میشم شما قرارداد با خود بازیکن بستید ولی تو هیئت فوتبال و توی سازمان لیگ ثبت نکردید، شما نسبت به این بازیکن ولی تعهد دارید، یعنی باید بابت اون که قرارداد بسته شده احتمالاً غرامت بهش بدید یا قرضش به جای دیگه ولی تو هیئت فوتبال جزء سهمیه بازیکن خارجی شما به حساب نمیاد. ولی خب زمینه انتقالش به باشگاه با همون مبلغ فراهم است و من بعید میدونم که باشگاه بخواد قیمتی به عنوان غرامت یا هزینه بدهد، چون با همون مبلغ در باشگاه دیگه انشالله مشغول به کار خواهد شد. آقای سمی، شما تو این مدت در حالی که خودتون درگیر فعالیت در واقع نقل و انتقالاتی بودید، طبیعی هم هست بخشی از حواستون هم به تیم رقیبتون بود همون جوری که اونا حواسشون به شماست، امروز اگه باشگاه پرسپولیس مدیراش زیر فشارن بخشش به خاطر عملکرد شماست، یعنی در این حال که مثلا از عملکرد هوادارهای پرسپولیس از عملکرد مدیریت خودشون ناراضیان، بالاخره عملکرد مدیریت تیم رقیب هم میبینن و این باعث میشه که فشار بیارن که تیم رقیب اون داره یارگیری خوب میکنه و ما عقب موندیم. یکی از بحثایی که تو این رقابت و نگاه کردن پیش اومد همین بحث سهمیه‌های خارجی بود
و مشخصا در مورد سهمیه‌های خارجی پرسپولیس شما هم جز در واقع باشگاهی بودید که اعتراض کردید. چقدر امیدوارید به این که بتونید در واقع اون چیزی که مدعی هستید که پرسپولیس حق استفاده از 5 به علاوه 1 بازیکن خارجی رو نداره، چقدر مطمئنید که در واقع به این چیزی که دنبالش هستید میرسید؟ بله، ما کلا بدون توجه به یک تیم خاصی، ما اعتقاد داریم که اگر قراره به تیم ها کمکی بشود یا این نگاهی باشد که کمک باید صورت بگیره، این باید به همه تیم ها بشه. به هر حال تیم ها، مخصوصا تیم هایی که در آسیا حضور دارن و نماینده ایران محسوب میشن، هر کدوم جهت تقویت خودشون خواسته هایی دارن، خواسته هایی به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارائه کردن. اگه قرار کمکی صورت بگیره به انهای مختلف، باید به همه این تیم ها صورت بگیره، اگر هدف ما این است که به نمایندگان ایران کمک بکنیم. اگر غیر از این است که قانون باید اجرا بشود، نمیشه ما قانونی رو خودمون این قانون رو بیایم قانون گذاری کنیم، قانون رو وضع کنیم، اجرا کنیم و وقتی قانون اجرا شد و به نتیجه رسید و بگیم نه قبول نیست و بیایم زمین بازی رو عوض بکنیم و بگیم نه چنین نبوده و دوباره از نو، این توهین به خود واضعین قانونه و دیگه سنگ و سنگ بند نخواهد شد. البته شما میدونید که پرسپولیسی ها مدعیان میگن که در مورد هنانوف میگن که عطف به ما سبق نمیشه، هنانوف ما 3 سال پیش گرفتیم زمانی که این قانون نبوده. البته میگم من بازم نظرم تیم خاصی نیست، اما در سال گذشته کمیته انضباطی این ادعا رو رد کرد، یعنی در خصوص بازیکنهایی که ما سالهای قبل گرفته بودیم، همه اونها رو مکلف به اجرای قوانین و مصوبات سال جدید کرد. یعنی این نشد چون بازیکنی سال قدیم جذب شده قبل از قانون مالیات بازیکن خارجی جذب شده، بس در سال جدید بتواند طبق قوانین قدیم رفتار بکنه. یه بحثی که حالا اینجا مطرح میشه، هیوا فرشید خان، اینه که در مورد اول گفتن که آقا تعداد دقایق بازی، بعد گفتن یعنی من صحبتی که فکر کنم با آقای نورشرق بود یا آقای قمبرزاده بود من داشتم، بعد میگفتن که نه ما مثلا یه مربی گفته ما مثلا ممکنه یه بازیکن خارجی رو مثلا 10 دقیقه آخر که میخوایم ضد حمله بزنیم ازش استفاده بکنیم، یه همچین داستانی آوردن. بعد یعنی من میگم این حالا خیلی خوب بود که خود دوستان باشگاه پرسپولیس میومدن و در این زمینه صحبت میکردند که حالاشون درگیر گرفتن دفاع چپ و اینا هستن، فعلا بیشتر گرفتارش اون سمته. ولی من آره صحبتی هست که مثلا در مورد هنانوف میگن عطف مسابقه نمیشود، بعد مثلا در مورد اون میگن اون مصدوم بوده، کمیته چه ایف مارک باید بگه فلان بازیکن مصدوم بوده، سپاهان هم همچین بحثی داره. یعنی که قانون درست نمیتونن بذارن که آقا همه باشگاه ها پایبند باشن به در واقع تأسی از اون قانون، بگم آقا پیروی کنم. آقا یعنی چی اصلا؟ هر کسی بعد میاد یه راهی واسه دور زدن پیدا میکنه، کی میگه مصدوم بوده، کی میگه اینا منم 3 سال قبل قرارداد بسته. من نمیفهمم اصلا چی میگذره، چه اتفاقی داره رخ میده. ببینید همون قانونی گذاشته بودن که بازیکن با کیفیت خارجی جذب بشن دیگه کفایت میکرد به نظر خود منم، چون ممکنه مثلا یک تیمی وینگ چپ نداشته باشه اصلا، دو تا وینگ چپ خارجی همزمان بگیره. منم اعتقاد دارم که اصلا این قانون اوغلایی نبود، ولی میگم که به هر حال یه قانون بد اجراش بهتر از بیقانونیه. مثلا در مورد سقف قراردادها من صراحتا صحبت کردم، عوض که تیم‌ها رو مجبور به دور زدن قانون بکنیم، بیام به انهای مختلف از طریق شرکت‌های اقماری، از طریق هوادار متمول، از طریق اموال و املاک خارج از کشور، حساب‌های خارجی، بیام قانون دور بزنیم، آقا سقف رو برده، یه سقف بالا بگذارید در اون حد واقعیش. ما الان می‌دونیم تیم‌ها در چه عددی بسته میشن، یا بازیکن‌های ملی پوش به قول یکی از مدیران عامل وقتی که من خودش یه پیشنهادی داده و بازیکن نپذیرفته در یک تیم معروف‌تر، یک تیم پرطرفدارتر، وقتی میره یه تیم دیگه، وقتی شما 1/3 قیمت در سازمان لیگ ثبت میشه، خب مشخصه که چه اتفاقی افتاده. من با بازیکنی مذاکره کردم، بازیکن رفته تیم شهرستانی، بعد با 1/3 قیمت که من پیشنهاد دادم قرارداد ثبت شده. خب این مشخصه چه اتفاقی داره میفته. بازی دومتون که میزبان هستید، الان میدونید کجا بازی قراره بکنید؟ ما که برای مشهد مقدس درخواست داده بودیم و مشکلی هم ظاهرا نبوده، فقط نزدیکی به اربعین باعث شد، اربعین حسینی باعث شد که فکر نکنم اونجا امکان پذیر باشه. بعد داشتیم پیگیری داریم میکنیم که انشالله به امید خدا، حالا با تماسایی که داریم صحبت با مسئولین کردیم ابتداعا که آیا ما میتوانیم اصلا به شهر قدس برویم یا نه، امکانش هست از نظر مسئولین،
که به ما گفتن مشکلی نیست اگر با مسئولین شهر قدس صحبت کنید که انشالله ما اون صحبت ها رو هم پیگیری کنیم و انجام بدیم که بتونیم که انشالله اونجا بازی بکنیم. من میگم حداقلش اینه که استقرار بگه آقا من خودم باید شهر تیم شهر دوم هم حداقل خودم انتخاب کنم، اینم شما حتی اختیار ندارید. میگی مشهد، میگم نه مشهد اونجا فلانه بهمانه، مثلا میخوام بریم چند قزوین، میگن نه قزوین شورای تامینش میگه بهمانه. خواهیم میگم چه نقشی داره فرشید سمیعی و فرشیدهای سمیعی، چرا نباید در این ابتدایی ترین چیزهای فوتبال بتونن تصمیم بگیرن؟ ببینید ما باید مشکل ریشه ای حل کنیم. ببینید من یادم ترکا از زمان ترکوت اوزال بود فکر کنم اینا شروع کردن و به سمت فوتبال حرفه‌ای حرکت کردن، زمین‌های بزرگ از سوی شهرداری‌ها در اختیارشون قرار گرفت، وام‌های بلند مدت و استادیوم‌هاشون رو ساختن. سوال بهتر اینه که چرا استقلال نباید استادیوم شخصی داشته باشه تا به دنبال تایید و تصویب اینعام باشه؟ به نظرم دورم نیست با توجه به واگذاری باشگاه استقلال اگر یه حمایتی بشود و اصلا ما نیم چرخ دوباره اختراع بکنیم، نه یعنی مثلا پرمیر لیگ یا لالیگا رو هم ملاک قرار بدیم، همین کشور ترکیه یا کشور اطراف خودمون هم ملاک قرار بدیم، ما میتونیم در اسرع وقت با یک زمین مناسب با یک تسهیلات مناسب این وام ها از طریق بلیت فروشی پرداخت بشه. ما تازه این استادیوم هم که میریم میگیریم اینقدر هزینه‌اش زیاده و اینقدر با اینو تقسیم کنیم هزینه بلیت فروشی به جای مختلف که عملا چیزی باقی نمیمونه. از اون طرفم ما بلیت های وی آی پی سی آی پی رو هم باید اینقدر تقسیم بکنیم که نهایتا نه برای خودمون نه برای اسپانسرامون چیزی نمیمونه که بتوانیم از آن حمایت مالی هم استفاده بکنیم. شهر قدس امکان حضور خانوما وجود داره؟ به ما چیزی محدودیتی اعلام نکردن، ظرفیت 12,000 نفر اعلام کردن و نگفتن محدودیتی هست. و یه مطلب دیگه راجع به اون بازیکن بوسنیایی که صحبت کردیم، یکی از افرادی که چند وقت اسمش هم در واقع پرونده های مختلف هم اومده بود از فعالان رسانه، آیا ایشون در واقع حالا در ارتباط بودن با این بازیکنان بوسنیایی؟ نه در این موضوع دخالتی نداشتن. شاید افراد رو میشناختن، شاید افرادی که شما میگید دخیل در اجرا بودن افراد رو میشناختن، اما در این نقل انتقال هیچ دخالتی نداشتن. فکر میکنم کسی که آقای فردوسی پور میگه که اوایلی که در واقع تغییرات تو باشگاه بود یه ذره نزدیک شده بود باشگاه شما، این کانالای هواداری هم خیلی اعتراض میکردن که آقا ایشون چیکار میکنه، ولی فکر میکنم الان حضور ندارن، درسته؟ بهرام برخی از مدیران دوستی 20-20 چند ساله داشتن و چیز غریبی نبود، ولی بعد از اینکه شک گرفت شد حرکت بکنیم دیگه خدمتشون نبودیم و ایشون باشگاه خودشون بودن و فعالیتشون در باشگاه. و سوال آخر، تیم زنان استقلال تشکیل می شود؟ انشالله بخواهد اینکه بر مجوز آسیه سال بعد یکی از موارد همین داشتن تیم بانوان خواهد بود، ما از امسال باید شروع بکنیم که این تیم رو تشکیل بدیم که انشالله برای سال آینده دچار مشکل نشه. ممنون فرشید خان سمیعی برای تازه با خبر. ما تو صحبتهایی که با آقای سمیعی داشتیم در مورد بازیکن بوسنیایی صحبت کردیم و اینکه چندشون کارا در بیاریم ببینیم چی بوده داستان این بازیکنان و به چه شکلی به تیم استقلال اضافه شدن و الان چرا یه جورایی سر نخواستنشون دعواست. ارتباط برقرار کردیم با آقای معمر ممیشویچ مدیر برنامه‌هاشون که کلی هم خوب فارسی بلده. سلام آقای معمر خان، خوشحالم که با تو صحبت می‌کنم. سلام عرض میکنم عادل خان، من هم خیلی خوشحالم، هم خدمت شما و بینندگان برنامه تون سلام عرض میکنم. شما چند سال ایران بودید؟ من حدوداً 10-11 سال. ده یا تو برومرزی سازمان هم کار میکردی دیگه؟ فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس هستم. بعد کتابای پشتتون همشون فارسیه نه؟ خوب ماشاءالله خوب دقت میکنی، پس من دیگه باید حواسم جمع باشه. آقای محمد خان، این دوتا بازیکن بوسنیایی من قبل صحبت کردم، شما خب اون زمانی که آقای شهریاری مدیر عامل باشگاه سبا باتری و بعد سبای قم بودن، خب شما چند تا بازیکن بوسنیایی خوب بهشون معرفی کردید، یکیشو علمی طولیا بود که سالها دروازه‌بان اول تیم سبا بود، یکی هم آفدیچ فوروارد بودن، فوروارد خوبی بود. من فکر کنم اون فتح بابی بود برای آشنایی شما. بعد چی شد اصلا؟ کی با شما تماس گرفت و بازیکن خواست از شما؟ یکم اینو توضیح میدید؟ خود آقای شهریاری باتون تماس گرفت؟ از طرفشون کسی تماس گرفت؟ ببینید همینطور که خودتون اشاره کردیم، بنده با محافل ورزشی ایران به خصوص فوتبال ایران همون دوران
سالهای پیش دورانی که سباباتری در لیگ برتر ایران فوتبال بازی میکرد، اول به عنوان مترجم کنار میلان ژیوادینوویچ بودم اگه یادتون هست. بله. بنا به درخواست مهندس شهریاری که نیاز به بازیکن خوب داشتن، معرفی کردم آقای المیر تولیا و آلن اودیچ که همه فوتبال دوستان میدونن چه بازیکنانی با کیفیتی بودن و با شخصیتی که در فوتبال ایران فکر میکنم تاثیر خوبی گذاشتن. بعد از اون دیگه یواش یواش فعالیت هامون رو شروع کردیم. بعد از اون هم امیر اوبوچا، فاروق اختیاروویچ اگه یادتون هستش تو پاس همدان، بله، دوران خوبی بودن. اسمیر اودوکیچ گولری که در پرسپولیس، در خصوص بحث استقلال بعد از که مهندس شهریاری اومدن، خود بنده با ایشون تماس گرفتم در یه مقطعی که میدونستم نیازی به تقویت دارن. اونو هم از من شناختی داشتم، من از اونو هم شناختی داشتم و سعی کردم بهترین بازیکنان با قیمت مناسب برای باشگاه معرفی کنم که اون مقطع گفتن که به گولر نیاز دارن و یه وینگر، که همین به این دو نفر المدین زیلکیچ و ودران کیوسفسکی پس از تایید دوستان که فوتبال ایران رو میشناسن به من گفتن واقعا بازیکنان خوبی هستن که مطمئنن روسفیدت میکنن. ما هم این دوتا رو معرفی کردیم که به خود شهریار مهندس که ایشون پس از بررسی کارنامه رزومهشون فیلمای بازیاشون رو بررسی کردن، تایید کردن، بازیکنان اومدن تست پزشکی دادن، قراردادشون رو امضا کردن که قرارداد معتبری هستن. سوالی که این قرارداد جایی، آقای معمر، این قرارداد جایی ثبت نشده؟ خوب نمیدونم، تو فدراسیون باشگاه دیگه باید اون یه نسخه‌ای که واسه فدراسیون هست ببره ثبت کنه، ولی چه ثبت بشه چه ثبت نشه، بازیکن دیگه قراردادهای معتبر هستن و دو طرف یعنی هم باشگاه هم بازیکنان با آگاهی کامل و رضایت کامل پای برگه قرارداد رو امضا کردن. هر اتفاقی دیگه که قراره اگر بیفته با آگاهی و رضایت دو طرف باید باشه، چه فسخ باشه چه قرضی باشه، ولی فعلا اتفاق خاصی نیفتاده. المدین زیلکیچ که تو تمرینات حضور پیدا کرده و خدا رو شکر روسفید شدیم، همه دیدن. آخر من اینو معمر من شنیدم که کادر فنی ازش راضی نیست، یه جورایی برای اینکه باشگاه قبول کنه که مثلا کاکوتا و اندونگو بگیره، گفتن خیلی خب ما زیلکیچ رو نگه می‌داریم فعلا، ولی به لحاظ فنی نه، من اینجوری شنیدم که ازش راضی نیستند، علیرغم که تو بازی دوستانم گل زده. ببینید خوب این سلیقه هستش، مربیگری سلیقه هستش. خوب یه کسی میتونه از یه کسی خوشش بیاد، یه کسی از یه روش نوع بازی کسی خوشش نمیاد. نه من به لحاظ فنی کاری ندارم الان. اوکی، به لحاظ فنی فرض کنید که اصلا خیلی خوب باشه، اول الان اینا پیش پرداخت گرفتن یا نه؟ نه، هیچ کدوم. و باشگاه به هر حال متعهده، وقتی قرارداد رسمی به قول شما بسته باید پول به اینا بده دیگه، درسته؟ درسته دیگه، قرارداد یه چیزیه که بالاخره بین المللی معتبره. خیلی هم ممنونم. حدسم اینه که حتی شما حالا غیر از این که واسه دروازه‌بان باید به فکر باشگاه اینا باشی، واسه نمیدونم، حدسم اینه که واسه زیلکیچ هم شاید در واقع خیلی روند ساده نباشه تا آخر فصل پیش رفتن. نمیدونم، امیدوارم که حالا هر چه خیر صلاح پیش بیاد. از فردا هیچ کس خبری نداره، شاید دیدی یه جایی آقای نکونام نظرش تغییر کرده، اعتماد پیدا کنه. خیلی جاها اینجوری اتفاق افتاد دیدیم، حتی میگن نمیدونم میشه اینو گفت، یعنی هر جایی دوستی با دعوا شروع میشه یه رابطه با دوستی تمام میشه، جایی که زیاد با دوستی و نوشابه باز کن شروع میشه با دعوا تمام میشه. من امیدوارم این هم ختم به خیر میشه و ایرانی‌ها که فقط خوش استقبال نیستن، من اعتقاد دارم هم خوش بدرکه هم هستن. خیلی ممنون معمر ممیشویچ، بعد از این موفقیت میکنیم. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. امیدوار هستم اون چیزی که واقعی داره انعکاس پیدا کنه و هر کس اون چیزی که حقشه به حقش برسه. خیلی ممنون، مرسی، خدا نگهدار. قربانت. خب در ادامه بحثمون راجع به نقل و انتقالات،
میریم سراغ مهدی خان آذربایجانی، مدیر عامل محترم باشگاه سپاهان. آقای آذربایجانی سلام، وقت شما بخیر. سلام، عرض ادب دارم، وقت شما هم بخیر. خب آقای آذربایجانی، شما خب اولین تیمی بودید که باید درگیر مسابقات می‌شدید در این فصل، خیلی هم زود وارد بازار نقل انتقالات شدید. اولین اتفاقی که رخ داد، رامین رضاییان از دست دادید، بعد شهریار مقانلو رو فروختید به کلبا و چند تا بازیکن دیگه هم حالا از دست دادید و به جاش سریع دست به کار شدید. چند تا از ستارگان لیگ پارسال گرفتید، از لیموچی گرفته تا حزباوی که توی لیگ ستارگان قطر بازی کرده بود، جواد آقای پور، و تیم رو تقویت کردید. اولا بفهمید کلا از عملکرد خودتون توی فصل نقل و انتقالات آیا راضی هستید؟ ببینید واقعا شرایط تیم شرایط خاصی بود، یعنی حالا ما جام حذفی رو هم توی شرایط خاصی تونستیم برنده بشیم. خیلی از بازیکنان تصمیم جدی خودشون رو برای رفتن از سپاهان گرفته بودن و واقعا این تیم رو از بعضی از بازیکنان اصلی خالی می‌کرد و حالا تلاشی هم که ما کردیم این بود که حالا با حداقل آسیب این اتفاق بیفته. حالا اون حواشی که برای تیم به وجود اومده بود واقعا مسائل خاصی بود. خب ما تلاش کردیم طبق نظر سرمربی و البته حالا نگاهی هم که بود مثلا امین حزبابی رو با ما یه تالنت جذب بکنیم، اون بهترین هایی رو که سرمربی تو اون نقاطی که نیاز به تقویت داشت ما از لیگ برتر تلاش کردیم اولین هاش رو جذب بکنیم، ولی خب به نظر میرسه که تیم هنوز هم نیاز به تقویت داره و امکان گرفتن بازیکن از لیگ داخلی هم به لحاظ سهمیه نداریم. هم دیگه به نظر میرسه که دیگه هر آنچه که خوب هایی که میتونستیم جذب کنیم جذب کردیم. الان تمرکز کردیم رو بحث بازیکن های خارجی که حالا اونم یه بحث مفصلی است. خب باشگاه سپاهان تو این چند وقت خیلی تو گرفتن بازیکن‌های خارجی موفق نبوده، دلایل خاص خودش رو داره که الان وقتی ما درگیر جذب این بازیکن‌ها هستیم میتونیم بفهمیم که چرا این چند وقت هم موفق نبوده. حالا دلایلش رو شاید شما بهتر بدونید. مطابق نظر میرسه تیم تو هافبک و اون پست مهاجم قطعا نیاز به تقویت داره که امیدواریم بتونیم با خارجی با کیفیت، البته با توجه به شرایط موجود، این فضای نقل و انتقالات رو تکمیل کنیم و تیم یه تیمی بشه که به یه حد اقل از ایدئال بودن برسه. آره خب شما که بازیکن خارجی سپاهان سالهای سال آرمنا کنه منم لیوان سپانیان و پیشتاز بوده این زمین، در زمین اصلا آوردن بازیکن خوب خارجی که قطعا خیلی وضعش خوب بود، ولی به قول شما تو چند سال اخیر هرچی خارجی اومده از برزیل، استرالیا و این ور و اون ور اکثرا ناکام بودن. این دلیلش چیه؟ یعنی چرا سپاه نتونسته بازیکن خارجی خوب با توجه که بودجه خوبی داشته پولو به موقع میداده، از معدود باشگاهایی بوده که پولو به موقع میداده و بازیکن‌ها فکر کنم با خیال راحت میتونستن بیان اونجا، چرا نتونسته بازیکن خوب بگیره؟ حالا من تحلیل خاصی ندارم، ولی الان که ما درگیر هستیم برای اینکه بتونیم بازیکنان خوب رو بیاریم، هم تا دست میذاریم یه بازیکن خیلی خوب خارجی که بیاد، یه حجم های خیلی خاصی نسبت به بازیکن انجام میشه، تماس های ظاهرا از ایران باش گرفته میشه، افرادی بهش مثلا صحبت میکنن که ما تو رو با یه قیمتی میاریم با یه رقمی میاریم و اینا باعث میشه که بعضی بازیکنایی که به نظر من میرسه بخوام بیان وارد لیگ ما بشن اینا یه مقداری پا پس بکشن. الان اخیرا صحبت از انزونزی شده بود، آیا جدیه بحث حضور انزونزی؟ خب ما یه آفرین رو براش فرستادیم، تقریبا هم قطعی شده بود حضورش در باشگاه سپاهان که خب حالا یه اتفاقاتی افتاد، ایشون یه مقداری پاپس کشید و هنوزم البته ما داریم مذاکره میکنیم باش، ولی واقعا خیلی شرایط ساده نیست. من حتی یه نفری رو فرستادم رفت در مارسی و با ایشون رو در صحبت کرد، حالت از خود کشور فرانسه بود و به صورت مجازی باش صحبت کردیم، مذاکرات متعددی داشتیم که بشه واقعا بازیکن رو آورد. فراینده جذب بازیکنهای حرفه‌ای و در سطح بالا و اقناعشون برای اینکه بیان و برای تیمای ما بازی بکنن شاید فرایند ساده ای نباشه.
این شهریار مقالو که رفت کلبا چقدر بس یعنی درآمدزایی داشت برای شما و به مبلغ سقفتون اضافه شد؟ ما کلن حالا بذار از عدد رقم رو من بیان کنم خدمتتون. یه 415 میلیارد تومان سقفی بود که از سازمان لیگ در حقیقت اون دستورالعمل برای ما مشخص کرد. ما 400 تا شهریار به ما اضافه کرد. کلن من فکر نکنم ما به 10 میلیون دلار برسه سقف بود جمعون که بتونیم باش واقعا بازی کنیم رو یعنی تیممون رو ببندیم و عدد حالا عددیه که حالا خودتون میدونید تو سطح بالاخره آسیا خیلی عدد بالایی نیست. خب منم سلام میکنم به آقای آذربایجانی. آقای آذربایجانی اتفاقی که افتاد در نهایت اینه که هواداره شما راضی نیستن، یعنی فکر میکنن که مدام من خب این کانال هواداری سپاهان رو پیگیری میکردم، مدام فکر میکنن که ستارهای خیلی خوبی از دست دادن، اگرچه بازیکنهای تلنتی گرفتید، بازیکنهای جوان فصل قبل پدیدهای فصل قبل رو گرفتید، ولی وقتی سبک سنگین میکنن احساس میکنن تیم شما دیگه اون تیم رقابتی نیست، به ویژه یه دفعه این بازی با شباب الاهلی هم پیش اومد و اونجوری باختید، این دیگه اصلا براشون محرز شد که آقا امسال شما تیم خوبی ندارید. شما هم همینقدر ناامیدید؟ قاعدتا نباید اینقدر ناامید باشید مثل هواداران اگه بخواید بشون. من فکر میکنم تیمتون خیلی بد نیست، ولی به نظرم بالاخره ضربه میخوره دیگه، ضربه خورده از این بازیکنایی که دست دادید. هوادارهای ما حق دارن و اگر ما جای راضی شدیم از یه جایی، یعنی پیش رفتمون از همون نقطه متوقف میشه. حالا حتی همون بازی که با شباب الاهلی اتفاق افتاد، ما تو تا دقیقه 97 فکر میکنم بازی قابل قبولی ارائه شد، علارم که واقعا زمین مناسبی نبود و شاید شما فرض کنید دو تا موقعیت گلی که ما داشتیم گل میشد، چرا اصلا اتفاقات به جور دیگه ای رقم میخورد. شما بابت زمین گله داری درسته؟ ببینیم از خودم باید گله بکنم، حالا اونم توضیح میدم براتون که چه خدا رو شما افتاده. نه ما خودمون از اینا نیستیم که باید رو برای دیگران بگیم، من باید رو برای خودم اول میگم. حالا بحث کشیده شد به زمین نقش جهان، خب ما در بازی بین‌المللی در واقع آبروریزی رقم خورد، دو تا گل از 5 تا گلی که تو اون بازی رد و بدل شد روی در واقع ناهمواری زمین موجبات اون گل رو فراهم کرد، یه گلی که شما زدید و یه گلی که خیلی هم تاثیرگذار بود، چون اگه اون توپ پله نمیشد پیام اون توپ رو اونجوری به پاش برخورد نمی‌کرد، اصلا روند بازی عوض می‌شد. خب مشخص بود که شما بازی مهمی دارید، لیگ رو باید برگزار کنید، چرا هیچ اقدامی؟ حتی من بیشتر تقصیرها رو گردن اداره کل تربیت بدنی و وزارت ورزش استان میندازم که متولی ورزشگاه هستند و خب هیچ کاری رو نکردن و یه دفعه مواجه شدیم، یعنی همه شگفت زده شدن در شرایطی که چند سرمربی تیم ملی رفته بود ورزشگاه رو بازبینی کنه و مثلا برن تیم ملی، یه دفعه دیدن این چیه. بعد کل اصلاح میکنم، نه ما خودمون در حقیقت ورزشگاه دست خود ما هست، هر تقصیری هست متوجه خود ماست، کاملا ورزشگاه را از مجموع تحویل گرفت و خب بس دیگه چه بهتر، نفر اصلی اینجاست. و میفرمایید که چرا فکر ادامه فصل، نمیدونم بازی آسیایی، یه لیگی که شما اونجا برگزار میکردید، چرا همچین فکری انجام نشده و یه همچین چمنی رو ما دیدیم؟ دیده بودید خودتون زمین و آقای آذربایجانی یا شما مثل ما سورپرایز شدید؟ نه حالا منم یه مقداری حالا حتی عرض میکنم چمن واقعا وضعیت خوبی نداشتیم، چمن باید خیلی زودتر از اینها جمع میشد. ما مشکلی که پیدا کردیم اگه یادتون باشه تقریبا سال 96 هم بود فکر میکنم که بازی سپاهان سایپا بود، نمیدونم سپاهان نفت بود که اون موقع خیلی تو همین ایام مرداد ما هم بود که ما همیشه وقتی وارد فصل گرما میشدیم این واقعا این چمن به بدترین وضعیت خودش میرسه و حالا میومدن اتفاقی که ایجاد میشد به جای اینکه بیان چمن رو کاملا جمع بکنن و مشکلش رو برطرف بکنن، معمولا با یه سری اقداماتی مثل حالا بعضی مواد آلی و کودا اینا میومدن چمن رو تقویت میکردن. همینا باعث شده که ما لایه روی یه چمنمون در حقیقت حدود 15 سانت هیچ آب به قول معروف دفع آبی نداشته باشیم و عملا زهکش زیر رو هم از کار انداخته بود. خب ما گزینه‌های جایگزین هم نداشتیم برای
AFC شاید ورزشگاه فولاد شهر مورد تایید مجلس حرفه ای اون نماینده قرار نگرفته بود. ورزشگاه آزادی خب خودش گرفتاره بحث تعمیرات بود و امکانه این که باز رو حالا جای دیگه هم ببریم نداشتیم. تصور ما این بود که حالا میشود چمن رو یه مقداری بهسازی کرد و حالا اون افرادی که مسئول بودن هم تا اون لحظه داشتن رو چمن کار میکردن و کاملا چمن رو روش رو پوشانده بودیم، یعنی که اون گرما بهش نرسه. گرما وحشتناک بود تو این ایام و البته واقعا وقتی که ما اون تجهیزات از اون چمن برداشتیم واقعا دیگه توی عمل انجام شده قرار گرفتیم که خیلی فاجعه بود، ولی خب دیگه چاره دیگه هم نداشتیم. یعنی البته به زودی هم ما این چمن رو کاملا جمع میکنیم و باید جایگزین بکنیم، یعنی کاری که تو این سالهای اخیر انجام نشده باید مسئله رو اساسی حل کرد. الان این جمع کردن چمن و دوباره پهن کردن آره چمن جدید چقدر زمان میبره؟ حداقل حدود 4 تا 6 ماه نیاز داریم که بتونیم این چمن رو برداریم و دوباره اصلاح بکنیم. البته ما تلاشمون این هست که اگر واقعا مشکل جدی در لایه‌های زیرین چمن وجود نیامده بتونیم در زمان خیلی کوتاه‌تری این عملیات تعویض انجام بدیم. همونطور که توی مقطعی تو ورزشگاه فولاد شهر هم توی زمان فکر می‌کنم حدود 4-5 روزه ای این کار رو تونستن انجام بدن، اگر ما اون لایه‌های زیرینمون مشکل نداشته باشه سعی می‌کنیم زمان رو کاهش بدیم و دوباره برگردیم به ورزشگاه نقش‌جهان. یه بحثی که سالا شما خودتون میگید اشراف داشتید نسبت به ورزشگاه و اوضاع داغونش، بعد یه مراسمی اونجا برگزار میشه که 3-4 روز نابودتر میکنن چمن رو اونجا، اینو قبول دارید که اونم نقش داشته تو خراب کردن چمن؟ قرار بوده که اصلا چمن جمع آوری بشه و عرضم به خدمت شما حالا اون خیلی اون دلیلی نبوده که مثلا آسیب چمن بزنه، دلیلی جدی نبوده. ما یه استیج فقط توی نقطه از وسط زمین داشتیم متا کل زمین ما خراب بود، یعنی این زمین یه حالت لجنی پیدا کرده بود. من خیلی اون رو باعث اون اتفاقات ببینم این شیطنت هایی که بعضا انجام میشه و بالاخره ما تو همه دنیا تو ورزشگاه انجام مراسم های مختلف رو داریم، یعنی این چیزی نیست که این مثلا باعث آخه آقای آذربایجانی نکته اینه که اونجا که برگزار میکنه آره مثلا چم توی سانتیاگو برنابو هم کنسرت برگزار میشه، تو ویمبلی هم انواع اقسام مراسم برگزار میشه، ولی اونا بلدن چجوری این کارو بکنن دیگه. ما الان یه فیلمای برامون فرستادن که قشنگ معلومه نابود کردن، قشنگ اومدن اونجا هر چی دلشون خواست رو چمن گذاشتن، 2-3 روز اونجا گذاشتن بمونه. خب این نابود چمن داغونی که به قول شما توی فصل گرما بدترین شرایط هم داره، خب این قطعا آسیب زدن دیگه. من اینو نمیتونم بپذیرم که نقش نداشته اون مراسم. من نمیخوام توجیه کنم، اولا اینکه قرار بوده این چمن بعد از این مراسم جمع بشه، یعنی اینی که تصور اون برگزار کنندگان یا این برنامه ریزان این بوده که باید چمن بعد از این جمع بشه. ما تو شرایط خاصی قرار گرفتیم به خاطر ببخشید من قرار نبود همین بازی باشه اول اهلی برگزار بشه، چجوری بعدش قرار بوده چمن جمع بشه؟ ببینید تقریبا فکر کنم که حدود 40 روز فاصله بود، منتها ما به ورزشگاه جایگزین داشتیم فکر میکردیم، یعنی شاید ما حالا به غیر از اینکه موضوع بذر چمن و سوختن چمن و اینا رو داشتیم، مسئله اصلی ما مثلا دم دروازه ها که استیج نداشتیم که یه تو اون نقاطی کردن، اتفاقا همین دوتا گلی که شما میفرمایید خوردن، یعنی اصلا اون جشن هیچ ربطی به اونجا نداشت. میگم من خودم نامه نوشتم به کارشناسان که بیان واقعا بررسی بکنن و ببینن چرا ما اصلا این چند ساله به این اتفاق مبتلا شده این چمن و اگر واقعا قصور و تقصیری هم هست اینجا مشخص بشه یا پیمون کار بوده. آقای آذربایجانی قبول دارید که اگر یه شرایط نرمال یه اتفاق اینجوری یه تبعات خیلی بزرگتری داشت؟ البته من دیدم شما یه بیانیه‌ای داده بودید تو باشگاه سپاهان، عذرخواهی کرده بودید، ولی فکر کنم در مورد چمن نبود، در مورد وضعیت در واقع آبخوری بوده،
و در مورد نتیجه بازی و اینا، در مورد اون چمن که بالاخره به یه وجهه فوتبال ایران صدمه زد. حالا یه چیزی هم بگم عادل، به نظرم یه ذره شانس آوردیم، حالا ببخشید اینجوری میگم، شانس آوردیم الشباب برد بازیو. اگر با اون یه گل میباخت اصلا احتمالاً اینا پیگیری میکردن، کلی میتونستن روی این ماجرا مانو بدن، بگن آقا ما با یه گلی باختیم که در واقع نقشی توش نداشتیم و چمن باعث شده. میخوام بگم که قاعدتا جای دیگه بود، البته فقط شما نیستید، نمیخوام الان بگم فقط باشگاه سپاهان یا فقط آقای مهدی آذربایجانی، ما عادت کردیم به این، ولی قاعدتا یه نفر باید میومد، یه نفر رو برکنار میکرد، یه نفر استعفا میداد. بالاخره اتفاق بزرگی بود واقعا. خیلی... حداقل مسئول چمن ورزشگاه آدم هست دیگه، یه مسئول چمن ورزشگاه خیلی مسئول مدیر ورزشگاه، یه آدمی که بالاخره مسئول اون کار بوده، بالاخره باید یه اتفاقی بیفته دیگه، آدم فکر کنه که آقا واقعا از نظر شما این خیلی فاجعه بزرگی بوده. و یه نکته دیگه، آقا مثلا تماشاگر میگیدین و خودتون رو میپذیرید و تماشاگر اومدن اونجا مثلا دیدن آبخوری ها شیر آب نبوده، بعد گفتن شیر آب رو بردن. خب میگم این یه ذره احترام گذاشتن به هوادار، یعنی من اتفاقات خوبی رخ نداد دیگه. مثلا تماشاگر اومدن آبخوری شیر نداشته، همه تشته، بعد یه لیوان کوچیک آب 25000 تومان مثل که میفروختن، یعنی اتفاقات قشنگی رخ نداد دیگه. آی آذربایجانی، من هم دیروز میگم در مورد چمن یه مکاتبه کردم با کانون کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناسا بیان و واقعا بگن علت این که این چمن ورزشگاه به این نحو رسیده و این اتفاقاتی که افتاده چیه و اتفاقا مقصرینش مشخص بشه که واقعا چه کسی قصور و کوتاهی کرده. چون ما واقعا هم به قول شما مسئول چمن داشتیم، هم پیمان کاری داشتیم که داشته روی این چمن کار میکرده و همین که در سالهای قبل هم یه روندی اینجا بوده. در خصوص ورزشگاه هم باز مجددم میگم ما کاری که کردیم، من خودم اومدم و مسائل که دفعات قبل برای ما مسئله ایجاد کرده بود رو بررسی کردم و اونا رو در حقیقت براش مسئول گذاشتم که اتفاقاتی که قبلا، خب میدونینم حالا همیشه این اتفاقات ما به نوع مختلف در جاهای مختلف داریم، تکرار نشه، اینا رو گذاشتیم. متا این بحثی که بوده اینه که اولا شیرای آبخوری وجود داشته، بحثی که میکنن ما یه سری شیرای تخلیه پایین داریم و اینایی که در حقیقت پاشور هست اصطلاحا، اینا رو ظاهرا شکسته شده و یه مقدار آبای مخازنی که اونجا بوده تخلیه شده تا اومدن دوباره این مخازن رو پر بکنن. با توجه به تعداد بسیار زیاده در حقیقت تماشاگرانی که اونجا بودن، یه مقداری این آبرسان دچار خلل شده. ما اینو در حقیقت و اینکه فشار آب اون منطقه، متوجه به اینکه حالا میدونید در تابستان ما در شهر اصفهان مشکل آب شرب هم داریم و خیلی از مناطق ما به خاطر اون میزان مصرف بالایی که دارن و اصفهان هم کولرهای آبی استفاده میشه معمولا، فشار آب منطقه هم کم شده و این مخازنی که باید پر میشده به موقع پر نشد. حالا البته همون هم من مجددا دوستان را مأمور کردم واقعا بررسی بکنن ببینن علت چیست، آیا خود مسئول ورزشگاه یا هر کس دیگری که قصور و تقصیر داره واقعا سریع اما برخورد کنیم و اون اتفاقات دیگه تکرار نشه. خب حالا میگم ما، من خودم احساس میکنم که ما نیاز به یک بازارایی در ساختار باشگاه سپاهان داریم و این مشکلاتی که به انواع مختلف در سالهای اخیر شما میبینید باشگاه سپاهان باش مواجه بوده، این به شامیده که ما نیاز داریم که تو ساختار هامون، تو افرادمون و در اتفاقاتی که داره میفته تجدید نظر کنیم. پس کسی برکنار نمیشه توی این فعل؟ گزارش ها رو باید بگیرم، هم گزارش در مورد چمن رو که به من بدن ببینم واقعا مقصر کیست. قطعا ما برخورد میکنیم اگر قصوری صورت گرفته باشه تا تقصیری، ولی کسی استعفا نمیده. حالا اینو که دیگه مطمئنیم، حالا دیگه آقای آذربایجانی یکی دو تا سوال کوتاه دیگه داشتم. در مورد نقل انتقالات ما صحبت کردیم، یه شایعه‌ای که توی محافل ورزشی مطرح شده بود این بود که سپاهان که افتاده بود در واقع دنبال بازیکن، یه سری از مدیر برنامه‌ها بهشون بازیکن پکیجی معرفی می‌کردن، مثلا میگفتن اگه فلان دفاع راست رو می‌خوای اوکی ما اون رو برات هماهنگ می‌کنیم، ولی یه دفاع وسط هم که با ما قرارداد داره بیا. آیا شما همچین تقابلی با مدیر برنامه داشتید؟
نه ما همچین بس نداشتیم، ما خودمون پیشنهاداتمون را به بازیکن‌ها و یا مدیر برنامه میدادیم، باشون وارد مذاکره میشدیم و قرار داده بستیم. کما اینکه خیلی از حالا خیلی که نه چند تا از بازیکنهایی که در حقیقت ما جذب کردیم شاید مد نظر مدیر برنامه هم نبود که به تیم ما بیان، خواستن شاید به تیم دیگری. خیلی ممنون آقای مهدی خان آذربایجانی عزیز، اگر نکته ای دارید ما در خدمتتون هستیم. نکته خاصی نیست، تشکر میکنم، امیدوارم که بتونیم همه با هم تلاش بکنیم در جهت اطلاع ورزش و به هر جهت ایجاد شادی و نشاط اجتماعی برای ما. خب ارتباطمون برقرار با داوود خان رفعتی عزیز از کمک داورای خیلی خوب فوتبال کشورمون، سلطان گیر ایران، یعنی یه زمان من قشنگ یادم هر جا بچه ما میرفتن پدرشون رو در میورد، آدم دقیق مقرراتی که میخوایم درباره اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و درباره صحبت کردیم با داوود خان رفعتی صحبت کنیم که دبیر ستاد رسیدگی وضعیت ورزشگاه‌های کشور ما هستم و می‌خوام بپرسیم داوود خان رفعتی، حتی می‌دونم شما گناهی این وسط نداری، ولی چجوری میشه ما لیگمون داره شروع میشه و تهران ورزشگاه نداریم، آزادی نرسیده، تختی نمیتونه بازی برگزار کنه، شهر قدس نمیتونه، نقش جهان اونجوریه وضعیتش، یکم صحبت کنیم آقای رفعتی ببینیم چی شده، چیکار میشه کرد و در چه وضعیتی هستیم. داوود خان سلام، وقتتون بخیر. به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز. من بخوام خیلی سریع بگم، خب ببینید سالها یک کاری انجام نشده و در جا که نمیتونم بگم پسرفت داشته و خب بعد سالها ما امسال اومدیم دیدیم ورزشگاه نقصهای بسیار زیاد و خدایی نکرده اتفاقاتی میفته که اصلا گریبانگیر همه است و نمیشه جمعش کرد. یه چیزایی دست ما نبود، مثلا ورزشگاه آزادی درسته توی 18 ماه ساخته شده، ولی خب شناخت نه نقشه ازش وجود داشته و نه میدونستن که ستونا چطوری کارگزاری شده، چطوری این ساخت، تو کجا ساختنش، آیا پیش چطوری بوده. خب این سخته، خیلی سخته، و وسعت کار زیاد بود که مشخص شد که به شروع لیگ ورزشگاه آزادی نخواهد رسید. خب ما رفتیم رو ورزشگاه دوم تهران که میشه ورزشگاه تختی. یه ایرادات جزئی داشت، یعنی ایراداتی نبود که به این وضع برسه، به لیگ نرسه، ولی خب یه دفعه زمین ما رو تو شرایطی گذاشت که دیدیم که امکان برگزاری مسابقه روش نیست و قارچ زدگی بسیار شدید و روز به روز بدتر شد. من فکر میکنم راهی هم که انتخاب کردن اشتباه بود توی درمان زمین، ولی خب الان راه بهتری انتخاب شده و زمین انشالله به تقریبا 17 شهریور آماده است، ورزشگاه آماده است و نقصانهای دیگرش هم گرفته میشه. الان مشهد که استقلال یکی از ورزشگاهی که معرفی کرده بود برای برگزاری بازیاش در چه وضعیتیه؟ آیا امکان برگزاری بازی هست اونجا؟ ما مشکلاتمون رو بهتون بگم. ما یه جایی ورزشگاه داریم، فرودگاه نداریم. یه جایی ورزشگاه داریم، هتل 5 ستاره نداریم. یه جایی هر دوتا رو داریم، فرودگاه بین‌المللی نداریم. یه جایی همه اینا رو داریم، اجازه برگزاری مسابقه بین. ورزشگاه امام رضای مشهد هم لحاظ زیرساخت بی‌نظیره، هم لحاظ چمن، هم لحاظ ورود خروج، همه اینا هیچ مشکلی نداره. ولی آیا شورای تامین یا مسئولین مشهد اجازه میدن که بازی استقلال اونجا برگزار میشه یا خیر؟ اونو من اطلاعی ندارم. آیا رفته من سوال دارم، این شورای تامین چرا نباید بذاره ورزشگاه رو؟ واسه چی ساختن ورزشگاه امام رضا؟ به قول شما اینقدر لوکسه، اینقدر درجه یکه. خب یعنی شورای تامین به نظر من یکم باید فدراسیونم وایسه دیگه، میگه آقا ما ورزشگاه کردن ماشاءالله نداریم، به هر دلیلی تو کشور هیچ جای کشور ورزشگاه نداریم، چرا نباید یه ورزشگاه خوبی مثل سامن، مثل امام رضا داریم اونجا نذارن بازی برگزار بشه؟ آخه ببینید اونا یه مسائلی رو مطرح میکنن که شاید میشه بهشون حق داد. مثلا ورزشگاه توی مرکز شهره و مثلا بازی استقلال یا پرسپولیس اونجا برگزار بشه، تمام سیستم راهبر، سیستم حمل و نقل، شما فکر کن اصلا رفت و آمد مردم اونجا مختل میکنه. به این علته که ایراد میگیرن و زیر بار نمیرن.
حالا من امیدوارم که وزارت کشور، شورای تامین کشور، شاک با مسئولین مشهد یه رایزنی بکنن و اجازه بدن همکاری بکنن که ما مسابقاتمون اونجا برگزار کنیم. البته باید ما بیش زودتر از اون آرزو کنیم که تختی آماده بشه که اصلا نیاز به اونجا نداشته. و یه سوال آخر فقط آیه رفعتی، آیا این رویا که هر کسی امسال بلیت بخره بره ورزشگاه میتونه رو شماره صندلی خودش بشینه به واقعیت تبدیل میشه؟ ببینید ما الزام کردیم، شرایطشون رو بهشون گفتیم، خواستیم برای خودتونم میفرستم که چطوری باید سکشن بندی بکنن، سکوها رو، ورودی‌ها رو، صندلی‌ها رو، ردیف‌ها رو، همه اینا رو انجام بدن. ببینید شما 50% هم انجام بشه یعنی ما عالی کار کردیم. 50% فکر می‌کنم انجام میشه؟ امیدوارم. خیلی ممنون داوود رفعتی عزیز. خب ما می‌خوایم با جناب آقای طلا صحبت کنیم، کسی که رئیس شرکت توسعه تجهیز هست. عملاً تمام ورزشگاه‌های کشور یه جورای زیر مجموعه ایشون هستند و این اتفاقی که رخ داده و الان ما در آستانه شروع مسابقات لیگ برتر هیچ ورزشگاهی در تهران نداریم که بازی‌ها رو میزبانی کنه و تیم ملی کشورمون در به در دنبال ورزشگاه هست تا بتونه یک بازی آبرومند رو برگزار کنه. خب در واقع سوال‌ها میره سمت کسی که متولی این قضیه هست و خوشحالیم که الان میتونیم با جناب آقای طلا رئیس شرکت توسعه تجهیز صحبت کنیم. آقای طلا سلام، وقتتون بخیر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت هم شما هم همه شنوندگان برنامه خوبتون. آقای طلا خب فکر کنم این چند روز خیلی قبل از اینکه بازی سپاهان برگزار بشه خیلی‌ها حالا انتقاد می‌کردند، در واقع دنبال این بودن که آقا چرا ما تهران ورزشگاه نداریم، بعد که ورزشگاه نقش جهان دیدن دیگه نمک پاشیده شد رو زخمشون، گفتن آقا ای بابا اون ورزشگاه نقش جهان هم که وضعیتش اونجوریه. یه صحبت می‌کنه که چرا این اصلا به کی مرتبط است؟ آیا فدراسیون کمکاری کرده؟ نمی‌دونم مسئولین در واقع استادیوم ها کمکاری کردند؟ همه قصور داشتن تو انجام وظایف خودشون؟ ما 4 تا ورزشگاه تو تهران به حوزه کاری ما هست: انقلاب، آزادی، شیرودی و شهید کشوری. اینها حوزه کاری ما است. پس خیلی از این استادیوم هایی که الان مطرح شده حوزه کاری ما به عنوان شرکت توسعه نیست. خیلی هاشون یا متولی، یعنی حتی ما وقتی میسازیم بعد اگه نقصی هم باشه اصلا تو ردیف ما حذف شده، ردیف بازسازیش یا تجهیز مجددش یا تعمیرات دیگه مستقیم توی سازمان برنامه میره توی ردیف استانهای مربوطه. یعنی تو تهران مشخصا فقط ورزشگاه آزادی رو ما میتونیم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. حالا الان ورزشگاه آزادی، حالا در حوزه که خودتون دارید صحبت میکنید، خب الان مدت هاست در حال بازسازی، الان فکر کنم 2 سال شد، نمیدونم بیشتر شد، و این بازسازیش تموم نمیشه و خیلی ها میگن که آقا تو همین مدتی که بازسازی ورزشگاه داره انجام میشه میشد اصلا این ورزشگاه ساخت. این آیا کمکاری به نظر شما شکل گرفته یا نه اصلا این روال عادی بازسازی یک ورزشگاه چه بنام 50 ساله اینقدر باید طول بکشه؟ ببینید این موضوع که حالا تقریبا از ابتدای سال 1402 موضوع بحث بازسازی استادیوم آزادی شروع شده، پس ابتدایی ترین موضوع بحث پیمان جدیدی که شروع شد توی فروردین ماه مطرح شد. ما تو همون فروردین جلسات مختلفی رو با مجموعه قرارگاه خاتم برگزار کردیم. تقریبا از اردیبهشت دوستان شروع کردن کار یواش یواش تحویل بگیرن، کاری هم که متاسفانه این مجموعه استادیوم آزادی که از سال 53 بوده، ما خب مشاور مادر داریم، باید عرض کنم که ما هیچ نقشه ای از تأسیسات، از ابنیه، از موضوعات مختلفش نداشتیم. شما میدونید یه دونه زمین معمولی شما بخواید برید بسازید خیلی راحت تره تا یه ساختمونی که باشه بخواید بازش کنید، تأسیساتش رو اصلاح کنید، جابجا کنید. به همین خاطر مشکلات زیادی بوده. این که حالا بعضی از دوستان گفتن که این استادیوم اگر مثلا فرض کنید که از اول می ساختیم بیشتر، من فکر می‌کنم اینا بیشتر از موضوع اینه که خیلی اطلاعی ندارم. برابر استاندارد شما اگر بخواید یه دونه استادیوم بسازی، پرسیتی یعنی به ازای هر صندلی حدود 10,000 یورو میخواد و
حالا شما اگه بخواید استادیوم مثل استادیوم آزادی بگی 100,000 نفر میشه چقدر؟ حداقل میشه 1,000,000,000 دلار. چه میخوادن؟ حالا 1,000,000,000 دلار رو بزنید کل قراردادی که الان ما جدیداً با قرارگاه خاتم بستیم برای اصلاح کاسه استادیوم کلا 1,900 میلیارده. آقای طلا یه سوال ببخشید، برای سپردن حالا کارهای تعمیرات و اصلاحیه مربوط به ورزشگاه آزادی، اینکه شما به قرارگاه خاتم دادید، مناقصه یا مزایده برگزار شد یا بله روال قانونش رو طی کرد، رفت سازمان برنامه، اونجا کمیسیون ترک تشریفات رفت، تمام اومدن بررسی کردن جلسات مختلف و کار انجام شده، به مجموعه قرارگاه خاتم واگذار. یعنی ما فقط پیشنهاد دهنده ایم، بعد میره یه مرحله داره، بعد از مصوبه هیئت مدیره، بعد میره تو مجموعه وزارتخونه، بعد میره سه تا وزیر محترم به نمایندگی از مجموعه دولت، و بعد میره تو سازمان برنامه و اونجا تایید میشه. و الان کی آماده میشه ورشگاه آزادی؟ ببین قرار داده با مجموعه قرارگاه خاتم حدودا 1.5 سال، یعنی 18 ماه. سخت در اینجاش هم همینه، یعنی وی وی آی پی اینجا، سی آی پی اینجا، جایگاه خبرنگارا اینجاست، جایگاه حالا موضوع مختلف اینجاست، غیر از اون بحث اسکوربورد، بحث نور، بحث صوت، اینا همه تو این فضای مدت محدود به ما رسیده برای اینکه بخوایم جمع و جورش کنیم. یه موقع کار معماری هم میدونید، اولا شما همین الان من با شما صحبت کنم روزی 400 450 نفر دارن تو این کارگاه کار میکنن. بعد این 18 ماهی که گفتید از کی 18 ماه؟ از ابتدای قرارداد دیگه. راست بخوام ما 2 هفته پیش تازه قرارداد ابلاغ کردیم، 2-3 هفته پیش. اول سلام کنم خدمت آقای حسین طلا ارادت. آقا من چند تا سوال دارم، یکی در مورد خود همون چیزی که عادلم پرسی در مورد پروسه در واقع انتخاب شرکتی که برای بازسازی و اینا بوده، خواهم اینم شما اصلا تو دستور کارتون شرکت های خارجی بودش؟ چون شما فرمودید که ترک تشریفات شد دیگه، یعنی در واقع در عمل مناقصه و مزایده برگزار نشد، چون تو همین دولت، همین در واقع این دولت که میگم دولت گذشته، دولت آقای رئیسی که آقای هاشمی هم وزیر ورزش ایشون بودن، بحث یه شرکت چینی شد که بیاد ورزشگاه بسازه تو جنوب تهران. میخوام ببینم هیچ وقت بحث این شد که شما بخواید از شرکت‌های خارجی از توانشون استفاده کنید با توجه به تجربه‌ای که ممکنه شرکت‌های دیگه تو بحث تجهیز استادیوم و بازسازی استادیوم دارن؟ ببینید این دوتا موضوع متفاوته. ما یه قانونی داریم، قانون حمایت از تولید داخله، که حالا موضوع بحث استفاده از پیمانکاران داخلی هم مشمول اون میشود. قرارداد خاتم به عنوان پیمانکار داخلیه. موضوع بحث پیمانکار خارجی یه بحثی که بعد اولا اطمینان کسب بشه که ما در داخل این توانمندی رو نداریم. موضوع استادیوم جنوب تهران که به صورت قراردادی که پیشنهادی بود EPCF بود، ایش در حقیقت همون طراحی بود، پیسیش هم که کار اجرایی بود، افش هم تامین منابع مالی بودش. اون چیزی که در رابطه با مجموعه، چون ما استادیوم مثلا با اون ابعادی که مد نظر بود و اینها، تقریبا طراحی داخلی ما نداشتیم سابقه به اون شکل که با اون ابعاد مثلا 40,000 تا 50,000 تا 60,000 تا بوده، اما در حد 110,000 تا شاید این گونه نبود. پیشنهاد این بود که اون شرکت بیاد به صورت ایش، یعنی در حقیقت هم به صورت طراحی هم به صورت سوپروایزریشو بیاد. به همین خاطر اون اصلا بحث یه جوینت ونچر با یه مجموعه داخلی مطرحه، اما هنوز اصلا با اون شرکت قراردادی بسته نشده که الان بخوایم در با اون صحبت کنیم. با توجه به اینکه ما یه بحثی هم داریم در مورد VAR، یه بخشی از این در واقع پازل ورود VAR شرکت توسعه و نگهداریه، یعنی چیزی که ما پیگیری کردیم اینه که این پولی که اعتباری که در نظر گرفته شده ظاهرا به حساب شما اومده، چون قرار این برای مجموعه های دولتی هزینه بشه و باید از این طریق می اومده و اگر فدراسیون فوتبال میخواد برداشت کنه اینا. تا جایی که ما اطلاع داریم قرار شده بوده فدراسیون فوتبال قراردادش با شرکتی که ازش قرار در VAR بخره رو به شما تحویل بده و شما یک تایید فنی بدید، شما و مثلا کارشناسای صدا و سیما، و دو بحث تایید امنیتی این شرکت. آیا تا الان چیزی به شما فدراسیون فوتبال تحویل داده؟ اصلا این دستگاه VAR که وارد شده، گفته میشه وارد شده، شما تو جریانش هستید؟ اینا جزء اون دستگاهیه که قرار شما
از اون محلی که بودجه براش در نظر گرفته شده پولشو بدید یا خارج از اونه؟ اینم بگم که آقای تاج چند بار مصاحبه کرده، گفته آقا ما یعنی گلایه تور گفته که شرکت توسعه تجهیز پول ما رو نمیده واسه وی ای آر، پول در اختیار اوناست، اونا به ما نمیده. در تایید صحبت هیوا ما خواستم اینم بگم یه همچین بحثی هم آقای تاج چند بار مطرح کرده، گفته اینا پول گرفتن به ما نمیدند. من یه توضیح شر ما وقع بدم خدمتون، شاید یه مقدار مشخص‌تر بشه. این پول اعتباری که حدود 110 میلیارد میده، یه زمانی مجموعه فدراسیون میره پیگیری میکنه و از جناب دکتر مخبر و جناب آقای هاشمی وزیر محترم درخواست میکنن که یه اعتباری بود برای خرید بار. تقریبا توی ماه 7 این اعتبار تقریبا مشخص میشه، به حساب وزارتخونه واریز میشه. وزارتخونه تا ماه 9 و 10 میبینه نمیتونه با این، با توجه به قوانین موجود و شرایط، نمیتونه این پول هزینه کنه. نهایتا برمیگردونن به سازمان برنامه، سازمان برنامه این پول رو میاره میریزه در حساب مجموعه شرکت توسعه. تقریبا از 1-12 که اینجا اومدن، مشکلاتی که برای این پول بود این بود که این پول متاسفانه مشمول در حقیقت محاسبات بود و تمام آیین‌نامه ها و مقررات قانونی مشمول این میشه. اولین نکته‌ای که بود این بود که فدراسیون نه فروشنده بود، نه نماینده انحصاری، نه تولید کننده. یعنی این اولین نکته بود. خب ما وقتی میخوایم یه جنس دولتی رو خرید بکنیم، یا باید بریم به تولید کننده مراجعه کنیم، یا باید به نماینده انحصاری به واسطه گرفتن تضامین مربوطه مراجعه کنیم. حالا فدراسیون 4 تا باید به ما تاییدیه میداد. یه تاییدیه فیفا است که آقا بالاخره هر واری که آورده میشه باید تایید فیفا رو داشته باشه. نکته دوم تاییدیه عدم تولید داخله. اگر ما این برگر نداشته باشیم طبیعتاً عمل ما مجرمانه میشه. نکته سوم این قرار این دستگاه وصل بشه به پورتال صدا و سیما دیگه. یعنی ما یه تاییدیه فنی از صدا و سیما هم می‌خواستیم. و نکته آخرش هم همونجوری که شما فرمودید دستگاه زیرفت نظارتی امنیتی بالاخره بعد اینو بررسی می‌کنه، چه این وارد سیستم میشه، بعداً وصل میشه به شبکه‌های مختلف و الی آخر. برای اینکه این کار انجام بشه خب نمونه ای نبود که اصلا بخوام بررسی بکنم. شما می‌خوای بگی آقا یه دستگاه، شما این دستگاه رو به من تاییدیه بده. این دستگاه الان رو کاغذه. این دستگاه الان جنس نیست که بیاری تحویل صدا و سیما بدی بگی آقای صدا و سیما این دستگاه رو حالا چک کن ببین میخوره یا نمیخوره. هر جنس بر اساس مشخصاته. همچنین برای دستگاه‌های زیربط امنیتی. خب ما توی میون گرفتن ارائه مجوز فیفا که خب خود آقای تاج محبت کردن. اینا مال شما فرمود حالا بحث مختلف، ولی الحق و الانصاف آقای تاج به نظرم تو اینجا یه موضوعی رو گردن گرفت که حالا شاید تو موضوع خرید دولتی خیلی با اون بر نمیگشت. الان بعد از همه اینا تقریبا حدود 20 روز پیش قرارداد ما با مجموعه فدراسیون نهایی شد، امضا هم شد، نامه دادیم، دوستان منتظریم که تضامینشون بیاد. و شرکت چینی بود دیگه در نهایت؟ نه برده بده. نه قراردادو که دیدید؟ نه مگه قراردادو ندیدید؟ قرارداد اون چیزی که به من گفتن شرکت چینی هستش. من فقط یه نکته اضافه بکنم. ببینید شما همیشه تو صحبتتون حالا گفتی به خاطر پستایی که قبلا هم داشتید این که آقا مردم چه می‌دونم تو رفت و آمد دچار مشکل نشن، دغدغه‌های شورای تامین و توجیهاتی که اون دوستان میارن که برای اینکه مثلا بازی در مرکز شهر برگزار شه که مردم یه وقت اذیت نشه. الان یه اصلا من احساس میکنم دلیل این که ما از عراق و از تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان و تمام کشورهایی که قطعا از ما به لحاظ اقتصادی در شرایط بدتری هستن ما داریم دیرتر وی ای آر رو وارد میکنیم اینه که عزمی وجود نداشته دیگه. من الان تو صحبت‌های شما هم، نه که شما تقصیر داشته باشید آقا، این که مثلا چون ترک تشریفات فلان جا بعد انجام میشده، این که تا آخر شهریور ما نمیدونم در واقع بودجه عمرانی بیشتر در اختیار ما نیست، این که نمیدونم فلان جا باید تاییدیه بده بهمان جا، من میگم اگه یه عزم و اراده قوی بود قطعا ما میتونستیم حداقل 2 سال زودتر وی ای آر را میداشتیم. کما این که الان واقعا این یعنی آبروریزی بین المللی دیگه الان برای فوتبال ما که ما مثلا الان بازی های در سطح ملی و باشگاهی که سال گذشته انجام میدونیم هیچ کدوم ما وی ای آر نداشتیم، در شرایطی که تاجیکستان داشت، نمیدونم قرقیزستان داشت، ازبکستان داشت و حتی عراقی که پیش چش خودمون هست هم
داشت. من احساس میکنم که حتی به لحاظ امنیتی، حتی به لحاظ مسائل دیگه خیلی جدیتر میشد این قضیه رو جز اولویت ها قرار داد و برد به سمتی که، چون همون رضایت مردمی که دوستان نگران این هستن که تو ترافیک اذیت نشن، نمیدونم امنیتشون تامین نشه، اونا دغدغه فکری ذهنیشون اینه که آیا وی آر باشه، تیمای محبوبشون متضرر نشن به لحاظ داوری، به لحاظ شأن و جایگاه فوتبال مملکت. الان شما بازی ها رو شما میگی تو نقش جهان، حالا بازی برگزار شد، دو گلی که در مسابقه رو زده شد روی کیفیت بد زمین چمن بود. من میگم این عزمه وجود نداره که یکم پرستیژ و اعتبار و وجهه و جایگاه کشور ما هم حفظ بشه در افکار عمومی. عادل جان، من فکر میکنم حالا این نکته که شما فرمودید درسته، همه این نیاز رو احساس میکردن، ولی به نظرم بعد یه سری مدیرات جای مختلف قرار میگرفتن تا همین حساسیت برای همشون ایجاد بشه. ولی نخ تسبیح اصلی به نظرم وزیر زیرب که اون وزیر ورزش و جوانان بودش. من حالا من عرض کردم از ماه 12 اومدم اینجا، ولی من فکر میکنم این همگرایی و همسویی رو آقای وزیر آقای رامان ساشمی این نخ تسبیحه شد، یعنی همه آدمایی که میخواستن و شما نمیدونی حالا بالاخره اینقدر جلسات از این بر در میرفت از اون بر میزد بیرون، واقعا ایشون با خون دل همه رو جمع جور کرده. یعنی دوره وزیر قبلی نبود آقای طلا، دوره آقای سجادی کمتر بود. حالا حداقل میتونم بگم ماه 7 سال پیش این پول اومده. خب پس ماه اپریل که قبل که نیومده بوده. پس اگه سابقه ای داشتیم توی قصه مال اونجا بوده. خیلی ممنون آقای طلای عزیز، براتون از موفقیت میکنیم. مخلصم. خب الان ارتباطمون برقرار با آقای روشنک. این بنده خدا آقای روشنک سالهای سال تو فدراسیون فوتبال حضور داشت، بعد یه مقطعی شد مسئول برگزاری مسابقات که کل ورزشگاه‌های تهران یکی پس از دیگری منهدم و نابود شدن، یعنی از ورزشگاه آزادی گرفته، بعدش ورزش گفتن خب میره ورزشگاه تختی، بعد گفتن تختی هم نمیشه میریم شهر قدس، بعد گفتن خب دستگردی. یعنی الان در شرایطی بازی لیگ ما شروع میشه که استقلال و پرسپولیس آواره و ویلون و سرگردون هستند و پرسپولیس که هفته اول باید بره عراق و استقلال هفته دوم اصلا اونم یا میره عراق یا اینکه کجا میره نمیدونم. حالا صحبت میکنیم با جناب آقای روشنک و ببینیم که تو چه مخمسه‌ای گرفتار شده در همین اول کاری در آغاز لیگ. آقا خیلی مخلصیم. بله ممنونم از شما. خدمت شما عرض کنم که برجهت این هم شرایطی هست که به وجود اومده و من فکر میکنم محصول سالها شاید دور شدن از اون، در نظر نگرفتن اون الزامات و استانداردهایی که میبایست طی سالیان گذشته توجه میشد بهش و از طرف در واقع متولیان هم در بحث در واقع استانداردسازی ورزشگاه ها، در بحث ساخت و ساز ها و زیرساخت های ورزشی توجه بهش می شد. و این شما طبق مسابقه که انجام دادید وعده دادید که تمام تلاشتون رو می کنید که بازی ها پنجشنبه و جمعه برگزار بشه. این فکر کنم حداقل خواسته است که هواداران فوتبال می تونن از مسئولین برگزاری مسابقات داشته باشن. چقدر پایبند هستید به این قولی که دادید؟ بله من در روز قرعه کشی هم این رو قول دادم و تمام تلاشم رو میکنم که به قولی که دادم پایبند باشم. البته ما این قول رو دادیم در قرعه کشی که با توجه به تمام محدودیت ها و چالش هایی که در برنامه ریزی مسابقات داریم، خب میدونید ما بعد از این سه هفته و بعد از پنجره اول فیفا دی بلافاصله بحث لیگ قهرمانان رو داریم و بحث فشردگی بازی ها که شاید ما 4 روز 5 روز فاصله بین بازی‌ها باشه و طبیعتاً با اون شرایط امکان این که همه هفته‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار بشه نیست، ولی تمام تلاشمون رو می‌کنیم و این قول رو من دادم که حداقل 60% از مسابقات در روزهای پایانی هفته باشه. خب یک سری آمار هم من از لیگ‌های خارجی داشتم که مثلا در لیگ انگلیس 70% و خورده‌ای بازی‌ها در فصل گذشته در روزهای پایانی هفته برگزار شد، در بوندسلیگا مثلا 82.3% از مسابقات. و خب ما اگر بتونیم، نکته مهمی که وجود داره،
خب تو آره تو انگلیس مثلا بعضی موقع سه شنبه برای 70 خورده درصد است که بعضی موقع سه شنبه و چهارشنبه بازی برگزار بشه یا دوشنبه، ولی اونا میذارن آخر شب، یعنی وقت ساعت کار اداری تموم شده باشه، دانشجوها، دانشگاه‌ها، نمیدونم مدارس تعطیل شده باشن، همه قشنگ بتونن بیان از این ضیافت استفاده بکنن. ما اینجا خودتون دیگه شاهدید که ساعت مثلا یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مثلا بازی میذاریم. خب یعنی چی اصلا؟ یعنی خودمون هم داریم یه کاری میکنیم که تماشاگر نیاد. انگار خود مسئولین برگزاری، دوستان شورای تامین، همه نهادهای تصمیم ساز و ویدش کانال واسه چی جمعیت بیاد، کی حالا نیاد چی میشه؟ واقعا بازی روز ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه که دانشگاه و مدرسه و ادارات و کارخونه جات همه باید سر کار و چند دنبال درس و مشقشون باشن، خب چه وقت برگزار کردن؟ حتما موافقم کاملا با این نظر شما. فوتبال برای تماشاگر هست، برای بیننده تلویزیونی هست، برای هوادار هست و ما باید اونها رو با این رویکرد نسبت به این قضیه نگاه کنیم که اونها رو در اولویت قرار بدیم و دنیا هم فکر میکنم همین کار رو میکنه. برجت من فقط یه نکته رو بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم. این که شما اینقدر اراده دارید و این مصمم هستید که این اتفاق خوب رقم بخوره که خیلی عالیه. من فکر میکنم این شما در لابلای صحبتتون اشاره کردید که مراجع زیر ابط دوستان تصمیم ساز اصلا در رده‌های بالاتر اگر موافقت کنم. من بحثم اینه که من دوست دارم عزیزانی که متولی تصمیم گیری اصلا در فدراسیون فوتبال خودشونم بجنگند، مبارزه کنند و اینکه مثلا میگن بازی ساعت 2 بعد از ظهر برگزار بشه وسط هفته، خب بگن نه آقا به هزار تا دلیل هزار تا مصداق بیارن بگن نه نمیشه ما برگزار نمی کنیم. اینکه بگن که مثلا بازی تیم هوادار با گلگهر سیرجام مثل رفسنجان که کلا 200 تماشاگر در بهترین حالت میاد براش بازی تماشا میکنه، بگن بدون تماشاگر، بگن نه آقا هیچ دلیل نداره، با این دلیل، با این منطق، با این مصداق که بازیای مثلا تیمای مثل پیکان و سایپا و هوادار و اینایی که تو لیگ تهرانی بودن تو لیگ با تیم شهرستانی کلا 500 تا بیشتر هیچ وقت داره تماشاگر نیومده. یعنی من میگم آقا وحی منزل نیست چیزی که دوستان میگن. موافقم با شما تا حدی. البته خب ببینید دوستانی هم که خب بعضن حالا نه ساعت 11 و 12 و حتی 2 بعد از ظهر، ما سال هاست دیگه ساعت 2 بعد از ظهر بازی رو برگزار نمی کنیم، ولی دوستانی هم که خب حالا بعضن روی این ساعت ها ملاحظاتی رو دارند، وقتی که خب ما میشینیم توی جلسات با این دوستان صحبت میکنیم، میبینیم که بعضی از دغدغه‌های اونها هم قابل در واقع بررسی هست، یعنی نباید خیلی ساده ازش گذشت و مهمترین موضوع شاید همین استاندارد نبودن شرایط در واقع ورزشگاه‌های ما باشه به نوعی و امنیت ورزشگاه. به طور مثال من فقط خدمت شما عرض میکنم در بعضی از ورزشگاه، حالا ما با توجه به اینکه بانوان عزیزم به هر حال از فصل گذشته وارد ورزشگاه شدند و این واقعا یک اتفاق میمون و مبارک بود و امیدوارم که روز به روز در واقع افزایش هم پیدا کنه و ورزشگاه بیشتری شاهد حضور تماشاگران خانم باشن با توجه به اینکه فیفا هم از ما در واقع تقدیری داشت. خب خود این بحث حضور بانوان، ما باید بتونیم به هر حال با توجه به شرایطی که هست امنیت اونها رو هم در واقع در نظر بگیریم. خب ورزشگاهی که نور فضای پیرامونی اون یک نور نامناسب هست و تاریکی کامل فضای اطراف ورزشگاه و محیط پیرامونی ورزشگاه گرفته، خب طبیعتاً خودش یک خطراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه که طبیعتاً اون دوستانی رو که در بحث تأمین امنیت صاحب نظر هستند اونها رو دچار در واقع نگرانی میکنه تا نسبت به این ساعتهای بازی خب ملاحظات خودشون رو داشته باشن. آقا خیلی ممنون امیرحسین روشنک عزیز، انشالله که فصل خیلی خوبی داشته باشیم و بهترین برنامه‌ریزی رو شما بتونید انجام بدید و مردم بیان فوتبال لذت ببرن. دم شما گرم. ممنونم آقای فردوسی پور عزیز، آقای هیوا یوسفی عزیز، برای شما، برای مجموعه خوبتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، کما اینکه همیشه موفق بودید. هیوا، حالا با وجود تمام شاهکارهای مدیریتی که کلی برنامه میشه براشون ساخت، تمام تلاشمون رو میکنیم که فضای خوبی رو براتون فراهم کنیم، حالا غیر از بخشایی که همیشه تو 360 داشتیم اونا رو تقدیم حضورتون میکنیم.
لیگ پیش بینی و فانتزی خودمون را هم خواهیم داشت. امسال اتفاقی که رخ میده در مسابقه پیش بینی و فانتزی، علاوه بر اینکه جوایزمون خیلی بیشتر شده و یه جایزه هم برای همه کسانی که شرکت میکنن در نظر گرفته شده، یه خودرو بین همه کسانی که شرکت میکنن قرعه کشی میشه. یه اتفاقی که رخ داده اینه که شما عزیزان میتونید لیگ تشکیل بدید، چه در پیش بینی چه در فانتزی، چون تو لیگ خانوادگی، لیگ همکارای که در سر کار با هم هستید و با هم دیگه رقابت کنید و کوری بخونید با هم دیگه رو. فکر می‌کنم فضای خوب و جالبی رو میتونیم براتون فراهم کنیم. هیوا شما هم میتونید مثلا توی پادکست 360 و مشتبه و رضا و محمد و کامیار که جلوی دوربین و پشت میکروفون هستید و به همراه بچه پشت سر یه لیگ تشکیل بدید کی بیشتر و بهتر پیشبینی میکنه. و حالا لیگ ستارگان هم سر جامون خواهیم داشت و سعی میکنیم که اونا هم جذاب ببریم شد و بین بازیکنهای فوتبال لیگ هم سعی میکنیم یه لیگ فانتزی را بندازیم، اونا هم ببینیم که چجوری از همدیگه شناخت دارند و فکر میکنم جذاب باشه. حالی و تو خودت هم تو فانتزی بازی نمی کنی، من قطعا تو رو مجبور میکنم که فانتزی بازی کنی، حداقل از رامان و راجان ببینیم بهتر میتونی کار کنی. آره من پارسال فانتزی نبودم ولی امسال حتما با علاقه حتما میخوام این کارو بکنم. البته که خب فکر کنم اولش باید یه ذره برم یه چیزایی یاد بگیرم دیگه، چجوری تیمامو بچینم. جذابه، خود داستان جذابه، ولی یه ذره فکر میکنم باید حوصله کنی و اینش سخته که خب دیگه باید چیز کنیم دیگه، باید براش وقت بذاریم این کارو بکنیم. در مورد لیگ هم که گفتی، خب تو یورو ما تست کردیم، خیلی جذاب بود دیگه. این هم داری کوری میخونی، من و تو دو تا لیگ با هم بودیم، خیلی بالاتر نبودی واقعا، یعنی با یه اتفاقای عجیب و غریبی مثلا گلای دقیقه 90 و اینا یه ذره چیز شد، اوزار بهتر شد، خیلی بهتر نبودی. گفتم اینم بگم، آره من تجربه لیگو داشتم، خیلی چیز جذابیه انصافا، خیلی جذابه لیگای مثلا دوستانه و یا با همکارا و اینا، به نظرم اتفاق جذابیه. خب خسته نباشید بینندگان عزیز، امیدوارم از تماشای این ویدیوکست که به چند تا موضوع پرداختیم لذت برده باشید. من به اتفاق هیوا یوسفی عزیز از حضور شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.